محترم، امیدوارم همه در سلامتی و خوشی باشید و از اون نعمتهایی که الله بهتون میده هر چقدر که میده خوشحال و راضی باشید و امیدوارم که هر روز شما بهتر و بهتر بشه. اونهایی که شکر میکنن، شکر فقط همین دهنی نیست که میگن شکر شکر از این حرف نه، واقعا از تمام وجودتون دارید شکر میکنید. یا الله هرچی به ما دادی خوب دادی و ما تشکر میکنیم از تمام این نعمات. هفته‌ای که گذشت باز دوباره خب صحبت‌های زیادی بود در صحنه سیاست دنیا، اتفاقات دیگه افتاده بود و همین حرفا. فعلا مقدار زیادی راجع به صحبت‌هایی که بین ایران و امریکا داره انجام میشه واکنش‌هایی هست، بازتاب‌هایی هست. ما یک ایمیلی به دستمون رسید و اینو ما اجازه می‌گیریم از شما برای شما بخونیم و این ایمیل مثلی که صحبتی بوده که آقای جلیلی که یک زمانی نماینده صحبت و گفتگو با اروپایی ها بودن راجع به نیروی اتمی و بقیه برنامه نیروی اتمی ایران، ایشون این صحبت یا این نوشته رو دادن یا یه سخنرانی بوده، به نظر میاد سخنرانی بوده، که ما اجازه میگیریم از شما یه مقدارشو اینجا خدمت شما عرض بکنیم. البته یه ذره مثلا ممکنه 20 دقیقه 30 دقیقه باشه، ولی خب من چکیده‌هاشو می‌خونم. اونهایی که واقعا وارده و ما بارها اینجا هی میگیم که وقتی ما میگیم امریکا، ما می‌خوایم بدونیم که آیا امریکا، مردم امریکا رو میگیم، دولت امریکا رو میگیم، مجلس سنا، مجلس شورای امریکا رو میگیم، قوه قضایی است، قوه مقننه است، قوه اجرایی است، کیه این امریکایی که همه از دستش دارن ناله میکنن و فغان میکنن و در آسایش نیستن؟ چه عراق باشه، چه افغانستان باشه، چه سوریه باشه، چه مصر باشه، چه حالا به ایران میخوان گیر بدن و ایران هم به هیچ وجه با اینها هیچ کاری نداشته. با تمام این فجایعی که اینا به بار آوردن و تمام دانشمندهای ما رو کشتن، سیستم غنی‌سازی ما رو به خطر انداختن با اون ویروس استاکنتشون که با قاسبین سرزمین های فلسطینی اینو انجام دادن و فرستادن به ایران، با تمام این صحبت ها آقای جلیلی هم خیلی قشنگ بعضی صحبت ها رو میکنن که ما سعی میکنیم چکیده از این صحبت ها رو برای شما بخونیم. جلیلی ایشون میگن ملت این یک ملت ایران یک پارچه پشتیبان نظام با
دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستن. خب یعنی چی؟ اونهایی که اینجا سعی میکنن بگن بله ما نمیدونیم در ایران کی داره تصمیم میگیره، امام رهبر انقلاب جمهوری اسلامی هستن، مجلس شورا هستن، آقای رئیس جمهور، آقای دکتر حسن روحانی هستن، آقای دکتر محمد جواد ظریف هستن، کی هستن ما نمیدونیم، کی هست و کی نیست و این طرف ها که همیشه این حرف ها رو زدن. و ما میخواییم بپرسیم که واقعا تو کاخ سفید کی داره تصمیم میگیره، آیا آقای اوباماست یا این افرادی که زاینیست هایی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن و اینجا یک تشکیلات به نام آیپک دارن، اونها هستن که این کارو میکنن. با سلام دوباره به دوستان رفقای عزیزی که وقت خودتون رو مایه میذارید برای ما و تشریف میارید، این برنامه خودتون رو تماشا میکنید و گوش میکنید و تلفن میکنید و صحبت میکنید، فرمایشات خودتون رو میفرمایید. سکایپ ما قطع شد، یه چراغی هستش اینجا که وقتی که ما برنامه داریم پخش میکنیم این چراغ تقریبا سبز آبی رنگی هستش که نشون میده که برنامه ما داره پخش میشه و این از مرکز سکایپ مثل که قطع شده بود و صدای ما به شما نرسید، خیلی ما رو ببخشید. بله، در ادامه صحبت های خودمون عرض میکنیم خدمت شما که طوری که داره انجام میشه سعی دارن میکنن، تلاش میکنن که بین ملت و دولت و مردمی که در اون منطقه در آب و خاک ایران زندگی میکنن اختلافاتی بیاندازن که طبق اون گفتار قبلی از یک آب آلوده ماهیگیری بکنن. و آقای جلیلی خیلی قشنگ دارن میگن که وحدت و یک پارچگی ما را در مقابل با استقرار تبدیل اختلاف داخلی کنن، اما آنها باید بنارد که این آرزو را به گور خواهند برد و ما هیچ وقت آرزوی بد برای کسی نمی کنیم، ولی اگر کسی برای ما آرزوی بد میکنه امیدواریم که آرزوش برآورده نشه و این برآورده نشدن هم اون هستش که بالاخره جای اون آرزویی که برآورده نشده یه جایی هستش که همه ما خواهیم رفت انشاءالله. بعد می فرمایند که تأکید کردن آقای جلیلی که ملت ما به رغم تنوع سلایق سیاسی که در خود موجب رشد نشاط و پیشرفت و بالندگی کشور است، یک پارچه متحد و در مبارزه با استکبار و مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا است. همچنین یک پارچه پشتیبان نظام دولت و تیم مذاکره کننده است تا بتوانند با اقتداری که شایسته ملت است از حقوق و منافع و ارزش‌های این ملت به خوبی دفاع کنند. پس بنابراین داریم صحبت این رو می‌کنیم که حتی آقای جلیلی که یک زمانی هم ایشون هم می‌خواستن رئیس جمهور بشن و رأی نیاوردن، اونها ایشون هم دارن پشتیبانی خودشون رو یک پارچه برای افرادی که دارن مذاکرات این مذاکرات ما رو دارن انجام میدن، دارن این اظهارات رو میفرمایند و در مقابل در برابر زور دارن مقاومت میکنن و سعی میکنن که دشمن رو شکست بدن. البته دشمن ایران یک شخص و دو شخص نیست، دشمن جمهوری اسلامی ایران دشمنی هستش که با عقاید و پافشاری و با ایستادن مردم در یک جبهه، با همه این که اینقدر فشار از همه جهت بهشون میاد، عقیده اینها رو میخوان از بین ببرن، عزمشون رو میخوان در هم بشکنن و اینها رو بیریشه از ریشه بکنن. ولی خب غافل از این که همینطور که آقای جلیلی هم گفتن این آرزو آرزوی نیستش که بهش برسن انشالله. بعد ادامه میدن که ما اجازه نمیدیم که در صفوف ایجاد اختلال ایجاد کنن و این وحدت را که
نماد همبستگی ملت ما در مبارزه با استکبار جهانی و سیاست‌های خصمانه آمریکا است کمرنگ کنند. خب این باز برمیگرده به آمریکا. ما باز هم هی داریم میگیم که آمریکا آمریکا، هی میگیم آمریکا. کیه این آمریکا؟ همسایه من آمریکاست؟ همسایه شما که تو آمریکا زندگی میکنین آمریکاست؟ یا یه اشخاصی هستن که ممکن اصلا تو آمریکا نباشن و خود آمریکایی‌ها هم دارن به درد سر میندازن، خود ما هم دارن به درد سر میندازن که مقاصد شوم خودشون رو انجام بدن، برای اینکه دیگه هیچ کس نباید در مقابل اینا بیسته. وقتی که میگن به چپ چپ، همه به چپ چپ، به راست راست، همه به راست راست، یکی این وسط یه ذره شل به چرخه، ممکنه بذارن تو کلش رو سر کنن خورد و خاکشیرش کنن. و این صحبتیه که یواش یواش داره جا میفته و در ضمن تو خود همین مملکت هم مردم یواش یواش دارن صحبت میکنن که آخه این چه دولتی هست، این چه کنگره ای هست، این چه سیستمی هست اینجا که در عرض 10 سال 300 تا سوپر بیلیونر ایجاد میکنه، در ضمن 40% 50% مردم امریکا در فقر دارن زندگی میکنن، یعنی 40,000 دلار کمتر دارن در میارن در سال. و این خیلی زیاده ها، یعنی 40% 50% 320 میلیون جمعیت خیلی زیاده. و اونهایی که سالگرد تولد آقای دکتر مارتین لوتر کینگ رو دیدن که سخنگویی بودن از طرف مردم سیاه‌پوست امریکا و سخنرانی میکردن، ایشون در یک محلی در شهر منفیس تنسی کشته شدن، سال 1968 و 69 بوده، حتما 69 بوده، ایشون ترور شدن. بعد سالگرد 50 سالش بوده، نه چند سالش بود، همینجا توی واشنگتن تمام افراد خانواده ایشون اومده بودن و دختری داشتن که ایشون گفت من 3 سالم بود وقتی پدرم کشته شد. و بقیه خانواده خیلی دست به عصا صحبت میکردن. ما داشتیم میگفتیم که آقای جلیلی اظهاراتی فرمودن، صحبتهایی کردن و تصریح کردن که از اندیشمندان غربی اخیراً به صراحت نوشت، یکی از اندیشمندان غربی اخیراً به صراحت نوشت که جمهوری اسلامی ایران نشان داد نه تنها بدون امریکا بلکه در مقابله با امریکا بزرگترین پیشرفت‌های علمی، فناوری، اقتدار منطقه‌ای را به دست آورده. خب یه دوستی بودن چند وقت پیش از اروپا زنگ زده بودن که آخه مگه اینا که دولت آقای احمدی نژاد بود 8 سال مملکت رو هم خراب کردن، فلان کردن، این ورش کردن، اون ورش کردن، به جایی نرسوندن، این طور شد، اون طور شد، فلان شد. بفرما، این آقای جلیلی داره میگه که در مقابله. خیلی خوبه ها، این ببینید یکی از اندیشمندان غربی، یکی از افرادی که در غرب زندگی میکنه، به صراحت نوشته که جمهوری اسلامی ایران نشان داده نه تنها بدون امریکا بلکه در مقابله با امریکا بزرگترین پیشرفت‌های علمی، صنعتی، فناوری و موفقیت منطقه‌ای رو به دست آورده. پس بنابراین چی هست؟ همش صحبت برمیگرده به صحبت نوکری آقایی که ما همیشه میگیم. نوکری نکنید. اونایی که نوکری کردن ببینید چه بلایی سرشون اومد. همشون در آشغالدونی تاریخ افتادن. فرق نمی‌کنه از اون شاهش گرفته تا رئیس جمهور نامبارکی که مبارک اسمش گرفته یا افراد دیگه که تمام تو اون منطقه که نفت خیزه این کارا داره انجام میشه. پس بنابراین بدونید اگر تونستید حق رو تشخیص بدید، از حق دفاع بکنید، بدونید که حق بر باطل پیروزه و هیچ وقت باطل بر حق پیروز نمیشه. و اگر شما اینطوری فکر میکنید، برید یک روزی تو همون نزدیکی های ما یه جایی هست به نام لاورنم کاورن، یه هم چیزایی، یک غارهای زیر زمین هست که از طریق آبهای زیر زمین اینا شسته شده و یه جاهای استلاکتایت و استلاکمایت و این حرف ها هست و خیلی چیزای قشنگ و فلان و همش هم سیمکشی شده و برق داره که مردم ببینن. یه جاییش هستش که یک کلید داره
اینو اون کسی که راهنمایی میکنه شما رو میبره نشون میده، این کلید رو خاموش میکنه. خاموش که کرد، تاریکی محض که حتی دستتون رو جلو چشتون اینطور تکون بدید نمیتونید بمیرید، یعنی هیچ به هیچ وجه دیده نمیشه هیچی، تاریکی محض. ولی در اون تاریکی محض که بر همه چی سلطه داره، بر همه چی گسترده شده، به همه چی اومده، کافیه شما یه کبریت کوچولو چقی بزنید، یکی همه چیز روشن شد. یه کبریت کوچولو، یک نور کوچولو ظلمت رو از بین میبره. حقه که بر باطل پیروز میشه همیشه. اینه که این آقام داره میگه که بله اینطوری گفتم. بعدم میگه که 24 خرداد، حالا من این تاریخ ها رو نمیدونم چی چیزهایی شده، شماهایی که اطلاعاتون بیشتر هست میدونید که در 24 مرداد خرداد ببخشید چیزایی شده که می حماسه اقتصادی نیست با وحدت و همدلی و همبستگی آحاد ملت، جریان‌های سیاسی دولت و مجلس و همه نهاد نظامی تکمیل خواهد شد. پس بدونید که فرق نمی‌کنه چقدر مردم دشمن شما باشن، چقدر مردم بخوان پوزه شما رو به خاک بکشن، با هم باشید. حالا با هم باشید این نیستش که من چرا کباب دوست دارم، شما قرمه سبزی دوست دارید، با هم دعوا بکنیم. نمیتونیم تلفن ها رو جواب بدیم، چون هر تلفن رو جواب دادیم یه کاری شده برنامه همون به هم خورده. ببخشید، انشالله خیر باشه. جلیلی تصریح کرد، یکی از اونم که گفتیم بله تلاش بولان 24 مرداد خرداد، بله سخنرانی هم بعد باز دوباره روز 13 آبان ماه دارن اشاره میکنن که میگن که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن ما خدا را داریم و در رحمت خدا به روی ما باز است، در رحمت خدا به روی ما باز است. اینا خیلی چیزهای خیلی مهمی هستش که یکی بگه و یه عده هم اینو قبول میکنن. ما به تکال به رحمت و قدرت الله قدرتمند پیش خواهیم رفت تا انشاءالله برای همیشه چشم طمع مستکبران و قدرت‌های استکباری از کشور ما دور شود. امیدواریم اون روز بیاد که ما هم بتونیم ببینیم که ایران سرفراز، مردم همیشه حاضر در صحنه، مردمی که دست همو میگیرن، نه اون گروهی که دزد و قالطاق و این حرفا هستن، همه اینا رو مردم رد خواهند کرد. مردم همه رو می‌ریزن بیرون، این اشخاص رو، این اشخاص جا ندارن تو مملکت ایران، یه مملکتی که شهید پروره، یک مملکتی که همه جون و مال و همه چی خودشونو در راه حق دارن فدا میکنن، یه عده قالطاق هم اونجا هستن که میخوان سوء استفاده کنن، اینا رو گیر میندازن، اینا همه از بین خواهر رفت. بدونید این رو. و این شخص اینجا هم میگه که بله که اینطور خواهد شد که چشم طمع مستکبران و قدرت‌های استکباری از کشور ما دور شود. پس برابر این بدونید در مقابل یک همچین هجوم شکلی یافته چیز داده آماده شده تشکیل پیدا کرده و سازمان داده شده از هوا، از زمین، از فضا، از هر چیزی که بدونید دست نمی کشن، حتی با اون سیستم هایی که هنوزم ما اطلاع نداریم چیا هست که میتونن یک مملکت رو دوچار خشکسالی کنن، زلزله براشون بیارن، هزار یک جور بلا بخوان این کارا رو بکنن، با همین اون مردمی که ایستادن شونه به شونه از فقیر و ثروتمندش، از دانشمند و اون دبستان و دبیرستانیش، تمام ملت در آحاد مختلف بغل دست هم وایسادن، با این افراد نمیتونی شوخی کنی، با این افراد بهتر کاری نداشته باشی، بهتره که باهاشون کنار بیایی. باهاشون کنار بیایی این به معنی نیست که اونا سازش کرده باشن با شما، نه، شما لنگ انداختی که بابا ما با شما دیگه نمیتونیم اینطور مبارزه کنیم، ما با شما کاری نداریم. اونام که از اون اولش گفتن که ما با شما کار نداریم، پس بنابراین اینطوری تموم میشه این قائله. بعد دوباره اینجا هست، بعد راجع به حضرت امام خمینی، البته میدونید امام خمینی یک
پدیده بود در یک زمان به خصوصی و با صحبت‌ها، با اعمال و کارهایی که شد تقریبا نمیخوام بگم معجزه، ولی از معجزه کمتر نبود. چطور شما امکان داره یک روز همه بیایید بیرون، شاخه های گل سرخ دستتون باشه، هر سربازی دیدید این شاخه گل رو توی لوله این تفنگ این سرباز بگی برادر تو برادر من هستی، بعد بری به اون یکی به اون یکی، وقتی دستور میاد به اینا که تیر اندازی کنی همه اینا میرن خونه، هیچ کنی بی کار نمی کنن. آخه این در تاریخ بشر شما به من بگید، در تاریخ بشر اصلا این چیز نداره، نمونه نداره اصلا یه هم چیزی که چطور امکان داره اینطوری باشه. ولی خب دیگه الحمدلله رب العالمین. بعد اینجا هم دارن میگن که با من کجا رفتون با منطق امام رو میفرمان که میفرمان ما متبد که بزرگترین هنرهای امام این بود، یعنی هنرهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یا الله. بله ایشون این بودش که در درستی از واقعیت را به جهانیان نشان داد. امام اجازه نداد واقعیت ها را به گونه دیگری بیان و تعریف کنند. من با مثال وقتی که ببینید وقتی که این بلندگوهای زایدیستی این طرف اینقدر شلوغش کردن که آقای دکتر احمدی نژاد اینطوری گفته اونو اینطوری گفته، صداهای خیلی کمی بودش که بیاد بگه نه همچین نبوده. اونهایی که تو لس آنجلس هستن اینقدر پول نمیدن از کجا میگیرن یا نمیگیرن، خدا انشالله اونها رو حفظشون کنه، هدایتشون کنه، یه روزی بالاخره به حقیقت پی خواهند برد، به آغوش مردم ایران، به ملت ایران برخواهند گشت و خدمت خواهند کرد به اون آب و خاک، به اون مردمشون خدمت خواهند کرد. و ایشون هم این حرفو میزنه که باقیت ها رو بعد به جهانیان تعریف کنین و بیان کنین. خب و اجازه نداد امام به کسانی که به میل خود آن درکی رو که از واقعیت دارن به ملت ها تحمیل کنن. مثلا من از یه چیزی میفهمم بگم همین حرفی که هست. خب امام این چیزو داشت که واقعیت رو میدیدن و صحبتاشون هم گوش بکنین خیلی ساده، با لغتهای خیلی ساده، خیلی هم بعضیاره یه لغتهایی رو مصرف میکردن که ما میگو آخر چه جور صحبتی، برای این برای من نبود، بر اون مستضعفینی بود که تمام عمرشون زیر داس و چکش و هزار و یک جور فشار اینها تحمل کرده بودن، زبون اونا رو امام صحبت میکرد، نه در خنها در ایران، در تمام دنیا. 7 میلیارد جمعیت، حالا اون موقع 6.5 میلیارد بود. بله این صحبت ها هستش که نمیشه تحمیل کرد. منکر واقعیت ها نبودن ایشون و هنر امام واقعیت بینی صحیح و دقیق بود، واقع بینی که مبتنی بر یک اندیشه صحیح است. خب واقع بینی اندیشه صحیح یعنی چی؟ شما میدونی که نظام تمام هستی، نظام هستی روی حق بر پای گذاری شده، نه در ناحق. خب هر چیزی که نگاه بکنی، خورشیدی که در شرق طلوع میکنه، البته ما داریم میچرخیم به طرف خورشید که از شرق ما میبینیمش تا میاد به غرب، باز دوباره همین تکرار پیدا میکنه، چون کره خورشیده که داره میچرخه اینطوری به طرف شرق. و این گردش خورشید یا گردش همه خورشید هم میگرده، همین گردش زمین به دور خودش یک ثانیه کنتر باشه، یه ثانیه تونتر باشه، تمام این معادلات، تمام این چیز تعادلش از بین میره، اصلا به هم میریزه. حضرت امام هم اینو میفرمان که بله شما یک اندیشه بر تمام اینها بر پایه و اساس یک اندیشه صحیح هست که بتونید این اندیشه رو داشته باشید و تقوا عامل بزرگی برای خودتون هست. ببخشید برادر عزیزم، خیلی ببخشید، تلفن ما یه اشکالی داره، هر دفعه جواب دادیم یه صدای دیگه از توش در اومد، ببخشید، انشالله خیر باشه براتون. بعد ما تقوا رو عامل ببینید. بله اینم اینجا ببخشید ببینم کش
و وی تقوا رو عامل برای خوب دیدن واقعیت ها دانستن. حالا تقوا رو خیلی جورای مختلف اینو میتونن درک بکنن. البته تقوا یک لغتی هست که در قرآن آمده و خب ریشه لغت عربی داره، ولی اون فهم و درکی که از لغت تقوا در قرآن میشه این هستش که شما به این ایمان دارید که هر چیزی که داره اتفاق میفته به خاص الله سبحانه و تعالی است و حتما توش حکمتی هست. ممکنه این حکمت رو ما نفهمیم چی هست، ولی رو این حکمت هستش که این داره انجام میشه. پس بنابراین حکمت این که در جنگل یک دونه شیر میره یک آهو رو میدره و میخوره، بعد بقیهش رو یک دیگه از حیوانات میاد میخورن، آخر سرش پرندگانی هستن که همه چیزی میخورن جز استخون چیزی نمونه، حکمتش چیه من نمیدونم، ولی تقصیر آهو چی بوده که خوراک این شیره بشه اونم من نمیدونم. خب توجه کردید، ولی قبول میکنم. وقتی قبول میکنم زندگی برای من یک نوع دیگه اتفاق میفته. وقتی قبول میکنم یه نوع دیگه میشه. و این همین جملات حضرت امام اینطور میفرمان و تقوا رو اینطوری میفرمان که بعضی مشاهدات ما هست و چیزهایی که به چشم دیدیم میخواییم آن مقداری که امکان دارد و میفهمیم درست به مستضعفین دنیا هم همه دنیا عرضه کنیم تا مستضعفین بفهمند که مستکبرین با آنها چه میکنن. خب اینم خیلی جالب، میگن ما شغل این که اطلاع بدیم به مستضعفین دنیا که میتونه 3 میلیارد جمعیت دنیا باشه، یعنی نصف جمعیت دنیا مستضعفه، نه آب داره، نه دون داره، نه خونه داره، نه چیزی بالا سرش هست، همه اینها. میگه ما به اینا بگیم که ببینید چی شده، یکی اومده برده آجرتو، برده سقفتو، برده تو موندی اینجا، آورده برای خودش قصر جای دیگه ساخته، شده مستکبر، شما شدی مستضعف. اینها رو ما میخواییم به مردم، به گوش مردم برسونیم که مردم بتونن از حق خودشون دفاع بکنن، به حق خودشون برسن، بتونن اون چیزی که مال اونهاست به دست بیارن. و این یک ویژگی هستش که جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده به تمام مردم دنیا و در رأس اونها داره پیش میره و با پیشروی که دستی و خورده حساب کرده. بیایید با خودتون قاضی بکنید خودتونو. 34 سال پیش چه چیزی در ایران ساخته میشد؟ حالا چی داره ساخته میشه؟ یک زمانی تمام اقتصاد ما تمام و تمام روی 6 میلیون بشکه نفت صادری روزانه بود. 6 میلیون بشکه ایران نفت صادر میکرد، حالا 1 میلیون هم نیست، یعنی 1/6 اون زمان. خرجای ما چقدر رفته؟ 6 برابر رفته بالا. یعنی اون 1 میلیون بشکه نفتی که صادر میشه یا استخراج میشه، مصرف داخلی داره یا هر چی داره، تقریبا در مقابل اون زمان تقریبا صفره. ولی با همین نگاه کنین شهرهای خودتون رو، نگاه کنین شهرهای کوچیکی رو، اصلا اطلاع نداشتیم، برید دیگه شهر پیک نیست، ماشاءالله هزار ماشاءالله. من تعجب کردم، یه شهری به نام مراغه رفتم، دیدم چند نو گروه مختلف تاکسی دارن اونجا. خدای شهر به این کوچیکی تاکسی برای چی میخواد؟ گفتن آقای مهندس این حرفا چی، ما اینجا تاکسی رو سبز داریم، زرد داریم، می‌بردیم. پس بنابراین بدونید ملت شما پیشرفت کرده، ملت شما در علم و دانش پیشرفت کرده، در صنعت پیشرفت کرده، در خودکفایی پیشرفت کرده. من اینطوری شنیدم، ممکنه منم اشتباه شنیده باشم، که دیگه ایران بنزین از خارج وارد نمی کنه. بنزین انقدر داره که به خارج هم داره صادر می کنه. توجه کردید؟ نفت نیست. اومدن نفت ایران رو تحریم کردن که نفت صادر نکنید. خب ایران اونو خیلی خوب کاری نداره که نفتمون رو ما پالایش می کنیم. نفت یه می بفیم بشکه $100 فراورده پالایش شده رو میفروشیم، هر بشکی
500 دلار. خیلی خوب. کم شد رفت. هر میخواد هر کار فشار بیارید اینجا ما از این ور سر در میاریم. از این ور فشار ما از اون ور سر در میاریم و تا حالا تونستن اینطور مقاومت کنن و در امام فرمودن دقیقاً درست روی واقعیت‌های گذشته و اینکه نظام تصمیم گیری در دنیا و سیاست خارجی و در مناسبات قدرت در عرصه بین المللی رو به مردم دنیا نشان بدهید. بله. وقتی که یکی یک حالتی رو درست کرده برای خودش که من یه عربده بکشم بعد بدوی تو خونت قایم بشی، یه بچه کوچولو وای میسه جلو چی تو عربده کشی، بعد یکو این نگاه میکنه، همه دارن نگاه میکنه این بچه کوچولو که نمیتونه بزردش، نمیتونه بهش کاری داشته باشه، جا میخوره. یکو یه بچه کوچولو دیگه هم برمیارده پیش این وای میسه آقا چرا دارم فریاد میکنیم اگه چه، بعد میبینه ای داده بیدار چه غلطی کرده، بعد میخواد خوشونت بکنه، مردم جمع میشن این دهت بچه کوچولو چرا زدی، چی کار داشتی با این. بعد اینها تمام سیاست های امام بود در اون زمان که اینطوری مشت اینها رو باز کرد در مقابل تمام دنیا. هیچ کس نمیدونست تا اون موقع که چه خبری هست تو دنیا، چطور امکان داره یک مملکت یک تریلیون دلار بودجه نظامی داشته باشه. یک تریلیون دلار شما 10 تا مملکت رو میتونید خرج 10 سالشو بدید. یعنی چی یک تریلیون دلار؟ برای چی دارید توپ و تفنگ درست میکنید؟ به کی میخوای اینا رو بدید؟ توپ و تفنگ رو به کی میدی؟ به خودتون و ایالت های خودتون بدید، به ایالت مثلا نیویورک بفروشید، به ایالت میزوری بفروشید، به ایالت تنسی بفروشید، بفروشید به اونا. چرا میبری میفروشی اونجا بینشون دعوا میدازی؟ که هم به خودشون رو بکشن هم اسلحه شما رو مصرف کنن، برام بگیم خب بیشترشم باز بهت بدیم. این صحبت رو بود امام اون زمان همه رو در این راستا میفرمود. در دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با بیان این که نقطه قوت انقلاب اسلامی و امام خمینی رحمت الله در درک صحیح از واقعیت ها و معرفی آن به جهان بود اظهار داشت. امام می‌فرمود جهان در نظر این مستکبرین یک جهان خاص است و مستکبرین این جهان را از دید خاص استکباری خود با اون بیماری روحی که در آنهاست نگاه می‌کنند. بله، همونطور که میگه این نفت مال شما که نیست، نفت که تو ایران مال ماست، شما ول معطلین اونجا. بله، سالهای سال هم بردن انگلیس ها بردن نفت ایران رو. بزرگترین پیشرفت اقتصادی سیاسی نظامی انگلیس موقعی انجام شد که نفت ایران استخراج شد به وسیله این آقای، پیدا شد از آقای ویلیام نوکس دارسی و این ورقه قرارداد با دولت ایران ایشون برد فروخ به انگلیسا و انگلیسا تمام کشتی هایی رو که اون زمان با چوب یا زغال سنگ می سوخت تبدیل کردن به کشتی هایی که با نفت میسوزه. پس بنابراین زغال سنگ که یک وزنه بزرگی داشت یا چوب که تعدادش باید خیلی باشه که به جایی بری، من با به مثال یک کشتی که همه ذخایر زغال سنگ یا چوب توش بگذارید بخواد 20 کیلومتر مثلا بره، همونقدر نفت توش میذاشتید حالا 200 کیلومتر میره. یعنی یکی دست انگلیسا که تا اینجا می اومد تا اونجا هم رفت، یعنی اون قدرتشون رفت به جایی که دیگه ادعا کردن که بره آفتاب در مناطق امپراتوری انگلیس هیچ وقت غروب نمی کنه و حالا می بینیم که چه خبره. الحمدلله. بله، در این دولت های دنیا بله. بعد در ضمن اینجا هم راجع به امریکا میاد، سایر دولت های دنیا که در دریایی هستن، همون که ما گفتیم در پیش، رئیس جمهور امریکا و امثالش در برابر اون قطره‌ای بیش نیستن. نبینید که منطقه امام ارائه واقعیت ها بود. خب پس بنابراین چطوری شد در مقابل دنیا و اقیانوس جمعیت دنیا رئیس جمهور امریکا یه قطره بیشتر نیست؟ حالا چه بوشش باشه، چه اوباماش باشه، چه کسی دیگه باشه، ما تلفن نمیتونیم جواب بدیم.
تلفن نمیتونیم جواب بدیم. امروز دستگاه‌های ما مثل که نسبت به شما یه حساسیت پیدا کرده. خلاص ببخشید. ان شاءالله خیر باشه. بله. بله اینطوری. بازم دارم برمیگردم به 13 آبان که با یادآوری تسخیر لانه جاسوسی امریکا نماد استقلال و عدم انحراف انقلاب اسلامی رو باز دوباره دارن تکرار میکنن. یعنی چی؟ یک اتفاقی افتاده 13 آبان ماه. اون 13 آبان ماه حالا به چه دلایلی چطوری یه عده رفتن یه جایی رو که به عنوان سفارتخانه بوده و وظیفش روابط دوستانه بین دو کشور بوده، این محل رو سوء استفاده ازش کردن و برای انجام کارهایی که من نمیدونم چی بوده، هر چی بوده، به نفع مردم ایران نبوده، اینا اینجا رو گرفتن. بعدم تمام اون فایل ها رو هر چی بوده در آوردن، تمام اون چیزایی که اینا تو کاغذ خرد کردن برداشتن به همگی چسبوندن، همتون میدونید که چقدر مدارک از اینجا به دست آوردن. حالا اون به جای خودش، یه آقای هست به نام ویکیلیک، یه آقای دیگه هست به نام سنودن. خب این هم دارم میگن بابا اینایی که بستر کارن یک ایده و یه عقیده دیگه تو کلشون هست. اینا خوشی شما رو نخواستن، اینا خوبی شما تو دلشون نیست، اینا فقط و فقط یک هدف دارن و اون هدف این هستش که وقتی که بودن همه به چپ چپ، یک احد تو این کره خاکی نباشه که به چپ نپیچه یا به راست راست، حتما باید همه بپیچه، یه نفر نباشه. و اون یه نفر رو میرن میگیرن خوردش میکنن از بین میبرن فلان میکنن، غافل از این که یک همچی شخصی 1400 سال پیش در یه جایی به نام کربلا ایستاد و روز دهم محرم که ما به عاشورا میگیم، ایشون واشستاد اونجا از حق دفاع کرد با دونستن این که در مقابل 3000 نفر خیلی خیلی بیشتر بودن اونهایی که اومده بودن با نادانستن، نمیدونستن اینا کی هستن، نمیدونست این کسی که اومده اینجا نوه حضرت پیغمبره، اون پیغمبری که الله به عنوان رحمت للعالمین فرستاد برای همه، نمیدونستن. اومدن این کارا رو کردن، فکر کردن که خب تموم شد. و حالی که ندای حسین، پیام حسین در تمام دنیا تنین اندازه و همین الانه، همین ساعت، همین دقیقه در تمام دنیا افراد دارن دنبال یک الگوی همچین کسی میگردن که بتونن اونها هم با پرچم حسین پیش برن. و اونهایی که نمیدونن، ما اینو بارها گفتیم، اون آمریکایی‌ها که واقعا نمیدونن، اون غربی‌هایی که واقعا نمیدونن، برن ببینن که این حسین کی بوده و برن مطالعه بکنن، برن ببینن اون صحنه هایی که اینطوری انجام شده فلان شده. بعد یه دی هستن اینجا، یه آقایی هست که از ایران اومده و یه زمانی هم اونجا مثل این که در حوزه علمیهی بوده و فلانی حرف و حرفایی میزنه اینجا که حتی میگه قرآن وحی الهی نیست و قرآن نوشته ادهی هست و هستن اینطور افراد، خیلی از این حرف ها میزنن و بعد از یه مدت میبینید که اینا جزء آشغالدونی تاریخ شدن و یه خبری ازشون نیست. ولی یک شخصی که به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، پیام ایشون 1400 خورده سال پیش که اومده هنوز داره پیش میره، هنوز داره پیش میره. هر دفعه هم هر اشکالی پیش بیاد که میگن این مصبورا کردن، این پیش از این بیشتر میگه، چون مردم میرن میخونن. مردم که چیز دستن، مهره های بدون حس که نیستن. یکی میگه آره اینجا رو اینا کردن، اینا میگه اگه اینا این کار کردن ببینیم چی کاره بودن، میرن نه بابا، پیام صلحه، پیام جنگ نیست. الحمدلله.
بله. امروز بعد از 34 سال میبینیم که واقعیت هایی که امام به خوبی نشان داد و دید، حتی متحدین آمریکا هم به آن اعتراف میکنن و بلکه الان متعرض هستن. خیلی خوب، اینو به این چند واقعیت دیگر را که بنیانگذار در میگن شاهد بودید که وقتی که حرکت علیه استبداد در جهت خاصی ملت انجام می شود، اگر به عقبه خارجی به استکرم بشه نباشید، نمی تواند به فرجام صحیح برسد. اصحار داشت در جریان ملی شدن صنعت نفت نیست شاهد بودیم آنها حتی ملی شدن نفت را نتوانستن تحمیل کنند. در ایام بیداری اسلامی نیز شاهد هستیم که کشورهایی که تنها به قطع دست دیکتاتوری های خارج بستن، دیکتاتوری داخلی بست کردن، چه فرجامی یافتن. برخی از آنها حتی فکر میکردن که با کمک قدرت های خارجی میتوان قدرت خود را حفظ کنن. خب اونام که همه دیدی که با شادی تاریخ سپرده شدن. و این هم آبان ماه و 13 آبان میتونه یک همچین فرجامی در انتظار انقلاب اسلامی باشد و 13 آبان ماه نماد استقلال ایران باشد. بعدم راجع به امریکا و فرعون و این حرفا صحبت میشه. بعد صحبت اینجا هست که میگن وقتی که یک قرار بوده که گلوله گازی که از مناطق شمالی ایران جمع بشه و از طریق ایران به خلیج فارس برسه و از اونجا به تمام دنیا برسه، امریکا جلو این وایساد و گفت نمیذارم این کارو بکنید و نذاشت که این گلوله گاز از ایران عبور بکنه. بعد عضو ادامه دادن در یک سال فقط 39 مورد موضع‌گیری امریکا درباره این بوده که مثلا چرا خط لوله گاز از کشور ایران میکند و این مدل رفتار آنها بود. و اضافه کرد در هم 30 سال گذشته دشمنی امریکا با ملت ایران را دیدید که 3 هدف راهبردی را دنبال میکند. آنها خواهان این هستند که چنین نظامی نتواند شکل بگیرد یا حداقل رفتارهای هویت بخش اسلامی تغییر کنند و برای همین با تمام ظرفیت میخوان قدرت و ظرفیت منطقه ایران را توهی کنند. خب اینم ما قبلا یه اشاره‌ای بهش کردیم که برای با تمام قدرت، با تمام هر چی دارن ندارن، با کمک یه گده منحرف که در ایران به دنیا اومدن، با کمک یه عده‌ای که واقعا گمراهن، ما به شما میگیم توبه کنید، کاری بلدید بیایید برای ملت و مردم خودتون انجام بدید. حالا کاری نداشته باشید تو دولت، مثلا دوست ندارم عمامه سرش یا عمامه سرش نیست، کاری از دستتون برمیاد برید برای ملتتون بکنید. شما مثل یه درخت میوه شدید که فکر کنید یه میوهی دارید، یکی که میاد این میوه رو بچینه خودتون میکشی این ور که نه میوه هم نمیخوام تو بکنی. چه افرادی؟ این چه کاریه؟ چطور با خودتون میتونید کنار بیایید؟ با وجدان خودتون کنار بیاید که کاری بلد بودید و نکردید. کجا میخواید ببرید اونو؟ و این هم از اینش نابخشودنی. و ایشون گفتن که راهبردی دولت فعلی امریکا رو معرض کنید، سند استراتژی امنیت ملی، سند دفاع موشکی بالستیک، سند آرایش هسته‌ای، سند ارزیابی دفاع 4 ساله در همین راستا است. اسناد و راهبردی دولت امریکا مسئله محوری رو تهدید ایران معرفی میکند و در یک گناه نابخشودنی حتی رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا ایران را تهدید به حمله هسته‌ای میکنه. و واقعا نمیبخشیم آقای اوباما رو که همچی حرفی زده باشه، یا اون آقای بوش قبل از ایشون همچی حرفی زده باشه که اگر از رو نری، از هرچی میگم قبول نکنی، با موشکای دم اتمی میام دنبالتون. واقعا در قرن 21 همچی حرفی از این ملت و مملکتی که میخوان
پرچم آزادی و دموکراسی دنیا دستشون باشه؟ با کی دارید حرف میزنید؟ با بچه ها دارید حرف میزنید یا با ملت ایران؟ ملت ایران هر کدومشون در مقابل شما هم دوائی میسه. حتی اون زمان اول انقلاب میگفتن ما اسلحه نداریم، چنگال در دونو چنگال داریم، میایم جلو. با این مردم داریم صحبت میکنیم. این مردم 400 سال پیش نیست که اومدن یه عده بیگناه سرخپوست و کشتن، بعد از آفریقا هم یه در آوردن کار براشون کردن، یه مملکتی درست کردن که حالا توش موندن که چطوری این مردم رو بتونن منحرف کنن که حق خودشون رو نخوان. چطور امکان داره در یک مملکتی که اینقدر فقر داره ایجاد میشه، اینقدر جدایی ثروت هست که 1% از این مردم تمام ثروت مملکت امریکا دستشون باشه، 99% 1% از ثروتشون دستشون باشه. فکر میکنین ادامه میتونه پیدا کنه؟ من فکر نمیکنم این مردم امریکا بتونن با این چیز پیش برن. و اون شعارهایی که در ایران داده میشه، اون صحبتهایی که گفته میشه، خب به گوش اینا میرسی که این حرفایی که اینا میزنن برای چی دارن میزنن؟ میرن تصمیم میکنن بابا هر بچه کوچولو تو امریکا یه آیپد داره، نه از این چیزای کوچولو داره، میتونه تق 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 بزنه و ببینه اینا چی میگن، حقایقو بتونه پیدا کنه. بله دیگه نمیشه روی حقیقت چیز گذاشت، سرپوش گذاشت. بعدم دارن میگن خب ما نمیدونیم که در چه گناه، بله میگن که با طرح این سوال که علت این دشمنی چیست، یاره یکی مرداخه چرا آمریکا با وای طور دشمنه، حالا دیدیم جواب چی میدن اینا. گفت علت این دشمنی همان منطق فرعونیست. الله اکبر، فرعون حاضر نبود کسی جلوش نفس بکشه، میگو من فرعونم و نباید جلو من نفس بکشی. همین کاری که امریکا داره میکنه. حالا کدوم امریکا داره میکنه؟ به اسم امریکا دارم میکنه. کیه داره این چیزها رو میکنه؟ کیه که این فشارها رو داره میاره؟ از کجا داره آب میخوری همه این چیزها؟ و اینجا میشه که ادامه داد که نگران این هستن که با ظهور انقلاب اسلامی آنچرا که آنها و مدلی را که به لحاظ سیاسی اقتصادی برای ملت‌ها تجویز کردن برچیده شود. لا اله الا الله، گوش کنین اینا چی دارن میگن. امریکا پرچمدار دموکراسیه. خب دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که 1% جمعیت امریکا ثروت 99% دستشون باشه. اینه، مردم دنیا نمیخوان همچین چیزی رو. مردم امریکا میخوان بخوان، مردم دنیا نمیخوان همچین. بعد اینجا هست که امام درک عمیق از رفتار دشمن دارد و واقعیت رفتار دشمن را به درک عمیق برای جهانیان بیان میکند. میفرماید که بحث این نیست که اینها طرفدار فلان موضوع باشند یا نباشند. این تعبیر امام است که از رویارویی که آنها امروز با ما دارند، این یک جنگ حق بر باطل است. فقر و غنا، استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد است. نزاعی که امروز وجود دارد نزاع بین ما و آمریکا نیست، نزاع بین دو اندیشه است. خیلی جالب اینو ایشون داره میگه اینجا. پس این یه نزاع بین دو اندیشه است. بر همین مبنا است که امام بی منطق بودن آنها را بیان و به خوبی روشن می کند که دشمنان ما منطق صحیح ندارند. این که آنها جسارت می کنند به ملت ها با تعابیر زشت یاد می کنند، در همان زمان بیان می کنند برای ملت ما یک تغییر زشت به کار برده بودن. هم چیزایی نفهم تعبیر. بله بعد اینجا هم باز دوباره گفته میشه که رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی فرمودن قدرت‌های استکباری مشروطه را تحمل نکردند، ملی شدن نفت را تحمل نکردند. امروز می‌بینند ملت‌ها پیشرفت‌های بزرگ دینی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری دارند و طبیعی است که آنها این پیشرفت‌ها را نمی‌خوان و هر ترت آنچه که دارن علیه ما دارن بسیج میکنن. نمیخوان که ببینن ایران بتونه مثلا یک دارویی که مصرف
مثلا داخلی داره بسازه. حالا این دارو میتونه آسپرین باشه، چرا که نه؟ چرا نتونه ایران آسپرین بسازه؟ کی میگه نسازه؟ شرکت بایر آلمان میگه نسازه، شرکت بایر آمریکا میگه چه خبره؟ چرا؟ ولی میگن شما کاردستی بکنی. خیلی جالب میگن که صنایع کاردستی ملت‌های جهان سوم باید تقویت شود. خوب گوش کنید چی دارم میگن. میگن برید این علف و کبرت چیه با هم سبد بسازید، سبد رو بفرستید آمریکا، ما میخریم از شما، کاری دیگه نکنید، سبد بفرستید، ما سبد خرید شما رو، ما جای دیگه سبد نمیخریم، از شما میخریم، سبد رو شما بسازید. خیلی جالبه عزیزه. بله، بعد اینجا میگه که از این رو نمیتواند تحمل کرد که این است که شما میبینید از دست ملت‌های ما عصبانی هستند. در اینجا رو میگن شعاری که همیشه اونجا در ایران میگن مرگ بر آمریکا، علیه مردم آمریکا نیست. اینم بارها ما گفتیم مردم آمریکا اونهایی نیستن که تمام این تصمیم‌ها رو داره میگیرن. به مجردی که این افرادی که اینا از مجلس سنا هست، شورا هست، هرچی هست انتخاب میشه و میاد به وارد دستگاه چیز میرسه، به داخل به صلاح این خط کمربندی میرسه، همه چیز عوض میشه. اصلا این دیگه مثل تو اون دنیای دیگه وارد شده، از درک وارد شده تو دنیای دیگه است. اصلا روز اول میان یه چیز شیرین دهنش میذارم، ببین منو بشناس، من حسنم، هر دفعه بهت گفتم فلان کارو بکن، باز برات شیرینی میارم. اونم میگه خب از این چه بهتر، یه حقوقم به ما میدن. میگم مطمئن باش که من تضمین کنم هر دفعه تو چیز بشی، انتخاب بشی، قصه هیچ کارو نکن، خرجشو من میدم. سبحان الله، سبحان الله. هر جای دیگه بود میگفتن انتخاباتو خریدن، هر جای دیگه بود میگفتن حقوق بازی کردن، هر جای بود میگن صندوق رای پر کردن. اینجا نمیگن این حرفو. بله، پس برابری چطوری شد؟ میگن و در ضمن یاد بیارید که این همان چیزی است که شهید بزرگوار ما شهید بهشتی میفرمود که بمیرید در این عصبانیتی که از ملت ما دارید. این شعار فلان در امریکا شعار متفکرترین و صادقترین انسانهای ما است. و باز دوباره چی دارن میگن؟ حتی به نفع خود آمریکا هست. اونهایی که مثل اختاپوس چیز انداختن، رشته انداختن و ملت 320 میلیون جمعیتی امریکا رو اسیر خود کردن، اینها رو بعد از خودشون باز کنن و ببینن زندگی واقعا یعنی چی. زندگی این نیست که به زور بری سر کار هر روز صبح، قرص بخوری بخوابی، قرص بخوری بلند شی، قهوه بخوری تا بری سر کار برسی، بعدم ببینیم چه خبری، در یه حالت خیلی برگردی خونه از خسته گفتی یه آبجو بخوری، بیفتی مثل لخته جلو همین تلویزیون رو، هم فوتبال تماشا کنی، باز بلند شی بری روز بر همین کار. آخر هفته هم ولت نمیکنن، آخر هفته میری هوم دیپو رنگ میخری، چوب میخری، اینو میزنی، اون زبی باغچت رو درست میکنی، برای اگه کار نکنی یادت میره، دوشنبه بر نمیگردی. بله، بعدم اینطوری این گفته شد. بعدم این بود که برخورد بزرگ. آها، بعدم میگه که اینجا جلیلی گفت منطق امام رحمت الله این بودش که مرگ بر آمریکا، مرگ بر خود بزرگ بینی، تحقیر ملت ها، مرگ بر خشونت، به خود اجازه میدهد که کشور را اشغال کند، مرگ بر اتاق فرمانی است که در یک لحظه فرمان نابودی هزاران انسان را صادر میکند. ما قبلا هم گفتیم که به مردم کاری نداره، با این چهار داره، یکی این پشت نشسته اینطوری یه صفحه تلویزیون هم داره نگاه میکنه، اینا یکی مثل قدش از اون یکی بلندتره، میگه نکنیم اون باشه، دکمه رو فشار میده میزنه، میبینم بله یه عروسی بوده، اونم آقای داماد بوده کشته. برم میرم میگن ببخشید یا الله کریم. بله اینطوری بود و اونطوری بود و نابودی هزاران سر همت‌ها باکری ها. اینها اسمایی هستش که اسمای مردمی هستش که من نمیشناسم این مردم رو. نوشته همت ها، باکری ها، بهشتی ها و رجایی ها فریاد مرگ بر آمریکا رو سر میدادن. بهترین فرزندان ملت ایران، شهدای ما، همت ها، باکری ها، بهشتی ها، رجایی ها این کارو میکردن. و این شورای یک فریاد همبستگی نماد آزادی خواهی و استقلال طلبی ایران تبدیل شده بود. یه سوال اینجا پیش میاد، این آقایون مثل این در یک جایی همه با هم کشته شدن، یکی بم زیر گذاشته بود فلان، این آقای رفسنجانی هم اونجا بود و رفت، بعد از اون مثل اینا ترکیده بود، اینا مرده بودن.
به هر حال خداوند همه رو حفظ کنه، هدایت کنه. وقت ما هم داره به انتها میرسه، ما 14 دقیقه اضافه بر وقت صحبت کردیم چون برنامه‌مون یه مقدار قطع شد. من نمی‌دونم اتاق فرمان به ما وقت اضافه میدن که یه ذره بیشتر ما بعد که اینو تموم بکنیم، وگرنه می‌بینه بقیه‌اش برای هفته آینده. بله، بعد تحقیر ملت‌ها هستند اینطور. بعدم میگن بله یک عده‌ای رو به نام حقوق بشر که آنها از آن سخن میگن، یعنی حقوق یک عده خاص، یعنی حقوق ظالم‌ها، تأکید داشتن که این سازمان‌هایی که بعضا درست می‌کنن برای منفعت خودشان است و برای دفاع از مظلوم‌ها نیست. مظلومی که این میره می‌کشه با دلمه فشار میده، اون مگه مظلوم نیست؟ مگه او حق بشریت نداره؟ دو تا بزغاله میبرن بهش میدن و میگن خیلی ببخشید، اون بنده خودم که هیچی چیز نداره، تمام اونایی که کشته شدن فامیلاشون با هم کشته شدن، یا آقا اصلا از راه داشته رد میشده، میگم بیا وایسا اینجا دو تا بزغاله رو بگو من بخشش شما قبول کردم. ببینید چطور دارن حق بازی میکنن، چطور مردم دنیا رو دست انداختن. چرا مردم دنیا به شما مگه چیکار کردن؟ تمام دایره های گردش صنعت امریکا به دست خارجی هاست. شما برید وارد بشید ببینید تو این جایی که کارهای جدید داره انجام میشه همه خارجی هستن. تمام دانشگاه های شما، بزرگترین کتاباتون، بهترین پژوهش های شما به دست خارجی داره انجام میشه. همین اینترنتی که داریم گفته میشیم، یه عده از ایرانی ها هستن که این کارا رو کردن و اینطوری با مردم اونا دارید رفتار میکنید. پس بنابراین این سازمانی که اینطور شد مدافع حقوق مستثنی بس ما نیستن، یه باید باشن. خب همه رؤسای جمهوری آمریکا از کارتر تا اوباما همه با این حرف امام موافق هستن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند. بله خب خدا ببخشو بیامرزه همه ما رو امام راحل. واقعا بعضی صحبت ها کردن که خیلی معنی داره، بعضیش هم با بعضی وقت جسارت میکنیم میگیم که بله آمریکا غلط نمیکنه. الحمدلله خیر انشالله. و ما 17 دقیقه اضافه شد برادر عزیز، من فکر میکنم خداحافظی کنم. بقیه مطالب رو انشالله هفته آینده ببینیم اشکال ما چی بود که اینطوری یکی کاسه‌گوزه ما تو هم ریخت و برنامه‌مون قطع شد، یا به علت همون چیز سکایپ، ببخشید این صدای تلفن، باید اینو یه جای دیگه وصلش بکنیم که به این کاری نداشته باشه که به هم دیگه وصل نباشن، که اینو یه جا باشه اونم یه جا باشه. امیدوارم اجازه بدید هفته آینده باز خدمتتون برسیم و ببخشید که ما نتونستیم به تلفن‌های شما جواب بدیم. اگر موقعیتی باشه اجازه بدید باز خدمتتون هفته آینده ساعت 4 ان شاء الله خدمتتون میرسیم. تشکر می‌کنم از حضور شما. برهمت‌خالی زیاد.